سلام، در خدمت شما هستیم با معرفی پکیج های آموزش هنری وبسایت برن و اندیشان. تو این قسمت ما میخوایم به سراغ آموزش هنر در خصوص نقاشی و طراحی بپردازیم. به طور کلی آموزش هنر شامل طراحی که همونطور که تو عکس میبینید و بخش های مختلف مثل البته بذاریم توی پکیج ها با هم توضیح بدیم بهتره، مثلا آموزش دکوپاژ که از زمانی که در حوزه عکس برداری اینا یا همه عکاسی هستن میدونن طراحی به سبک رایلی یا ریدی یک سبک از طراحی هست که بیشتر به ساختمان سر توجه داره و عزیزانی که میخوان به طور جزئی، به طور خیلی 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 جزئی آموزش طراحی چهره به سبک رایلی رو یاد بگیرن میتونن این پکیج رو تهیه کنن که دیگه توی طراحی چهره نخبه بشن. اسکچ چهره هم یا همون اسکیس چهره هم یه جور طراحیه که دیگه شما تو اینجا خط خطوط رو آزاد میزنید روی برگه نقاشی که به راحتی استاد به شما اینو یاد بده. نقاشی با ماژیک های مختلف که سبک سیاقش به صورت ترکیبی با مداد رنگی هم هست در اینجا براتون آورده شده که در رایه طراحی های مختلفی با ماژیک خدمتون تدریس شده. نقاشی سارجنت هم یک نقاش معروف بوده که در قالب تکنیک رنگ روغن ولی به سبک سارجنت تکنیکاش توی این پکیج ارائه شده. آموزش نقاشی با اسپری هم یک سبک از نقاشی است که از طریق اسپری روی دیوار یا روی یک سری بخش های بافتدار این کار انجام میشه که به صورت نقاشی ایجاد میشه. نقاشی با قلم راپید، خب راپید که یک قلم مهندسی هست، نه تنها توی طراحی های مهندسی استفاده میشه بلکه ما میتونیم ازش تو طراحی چهره یا طراحی حیوانات یا طراحی مثلا منظره یا طراحی مثلا اشیا ازش استفاده کنیم که به صورت جزئی تمامی این آموزش ها در اختیارتون قرار میگیره در قالب چند قسمت، در قالب نقاشی راپید با عنوان نقاشی راپید. طراحی فیگور هم که به معنای یک انسان کامل به حالت عادی است که فقط چهره نیست، علاوه بر چهره شما بدن اون فردم باید حالت ایستادنش رو باید قشنگ خوب در بیارید رو کاغذ و حجم بدید. البته طراحی فیگور به چند قسمت تقسیم میشه، اول شما باید طرز خطوط رو بلد بشید چجوری بکشید، پیاده سازی کنید که اون حالت به فرد شکل بگیره و بعد سراغ حجم سازی برید که این به طور کامل توضیح داده شده در پکیج آموزش طراحی فیگور هایپررال. هایپررال هم یعنی فرا واقعی. پکیج آموزش اسکیز چهره در نقاشی و طراحی، خب اینم اسکیز چهره است که یک جورایی شبیه همون اسکچه ولی اینجا دیگه خطوط آزاد میزنید، مثلا یه عکس رو شما یه عکس رو میگیرید، مثلا عکس یه بازیگر رو اونو به صورت آزاد بعد اسکیس بزنه تا شبیه اون چهره در بیاد. خب سبک اندرو لومیس هم یک سبک از طراحی هست که در قالب دوایر یا دایره های مختلف ما میتونیم از اون طریق ساختمان سر رو پیاده سازی بکنیم، ساختمان سری که کلن کلیه ساختمان های سر از طریق لومیس قابل انجامه که به صورت جزئی خدمتون توضیح داده شده. طراحی ماشین هم یکی از پکیج های بسیار جالبی در وبسایت برنندیشان هست که شما مثلا ماشین هایی مثل ماشین ایرانی مثل پراید و دیگه این چیزی که تو ایران هست میتونید بکشید و حتی ماشین هایی که ماشین های خارج از کشور، هر ماشینی، یعنی ساختار کشیدن ماشین تو این جا بهتون آموزش داده شده. نقاشی سه بعدی هم یکی از دیگر از سبک نقاشی هست که به صورت سه بعدی شما میتونید نقاشی بکشید. مثلا تو بعضی طراحی ها دیدید که طرف یه چند تا مثلا میوه گذاشته، برخی میوه واقعی هستن، برخی میوه ها مثلا نقاشی هستن که با دستش میکشه رو کاغذ، اون واقعی ها میریزه زمین ولی اونایی که سه بعد نقاشی هم میمونه. آموزش هایپر رال هم که در سبک سیاه قلم هست، در سبکی که مثلا شما بتونید حجم در بیارید این چیزی تصویری که میبینید روی پوستر محصول هست که کار با زغال هست، کار با محفکن هست، کار با قلمو هست، اینا که اینا به طور جزئی در این پکیج آموزش هایپر رال نقاشی سیاه قلم خدمتتون آموزش داده شده. طراحی زغال هم که شما با یه زغال کرتا کالر میتونید تصویری رو در بیارید که تمامی تکنیک داره که این تکنیک ها هم در این پکیج آموزش داده شده. آموزش طراحی چشمی، خب بسیار شما که مثلا دنبال طراحی چشمی هستید خیلیاتون سخت میبینید این رو ولی باید بگیم خدمتتون آسونه چون تو این پکیج تمامی تکنیک ها آموزش داده میشه چجوری با مداد چهره طرف رو اندازه بگیرید، علاوه بر چهره مثلا حیوانات، گیاهان، گل ها رو میتونید با حالا هر چی
و به سبک چشمی طراحی کنید که استاد به خوبی آموزش داده. سایه روشن هم که یک سبک از تکنیک سیاه قلم هست که شما یاد میگیرید چجوری سایه روشن بزنید، یعنی از تیره به روشن. نقاشی کودکان هم که مخصوص کودکان هست که کودکان چجوری با نقاشی ارتباط برقرار کنند و بتونن که نقاشی با اون توجه به تجربه‌ای که در سنین کودکی دارن ایجاد کنن. آموزش خمیربازی هم یه آموزش بسیار جالبی است که در قالب پکیج آموزشی در وبسایت برندشون در اختیار شما قرار داده میشه. خمیربازی که شما میتونید به سبک‌های مختلف یه شکلی بسازید با استفاده از خمیر که تا اینجا آموزش داده شده. آموزش استوری بردم که اینجا هست، تکنیک های استوری بورد تمامی هم به طور جزئی و کلی و تمامی هم تمامی پکیج هم به صورت جزئی و هم به صورت کلی نکاتش هست که میتونید تهیه بکنید. سیاه قلم منظره پکیج بعدی هست که به سبک سیاه قلم استفاده از قلم و استفاده از محو کن، استفاده از مدادهای لوموگراف میتونید یک منظره رو به سبک سیاه قلم طراحی بکنید. البته اینا همه به تمرین و ممارست نیاز داره، یک بار طرح زدن شما رو استاد نمیکنه که چند بار باید اون رو تمرین کنید. خب نقاشی کمیک، نقاشی کمیک پکیج بعدی است. خب اولا تعریف کمیک اینه که یه نقاشی مصوره، مصوره که در کنارش مثلا دیالوگای آورده شده که تو اینجا نقاشی کمیک رو یاد میگیرید چجوری بکشید، اصلا باهاش آشنا میشید. مجسمه سازی پکیج بعدی هست. آموزش مجسمه سازی به طور کلی تمامی ساختارها در اختیار شما قرار داده شده. این ساختارها هم مثلا شما چجوری یک تصویر رو در بیارید، کار با ابزار مجسمه سازی و غیره. نقاشی انیمه، انیمه هم که همون نقاشی انیمیشن ژاپنی هست، سبکش طراحی داره، طراحیش هم تکنیک داره که توی این پکیج آموزش میده که چجوری نقاشی انیمه رو بسازید. آموزش نقاشی حیوانات هم چندین نوع حیوان آموزشش در اینجا آورده شده که چجوری حیوان بکشید، شیر یا پرنده یا چیز دیگه. آموزش ترکیب رنگ هست که عزیزانی که در نشریه هنر هستن باید ترکیب رنگ رو بلد باشن که رنگ ها چجوری در میاد، رنگ ها رو چجوری در تکنیک های رنگ مثل مداد رنگی، رنگ روغن، پاستل اینا بسازیم. آموزش ترکیب بندی یا کمپوزیشن هم که خیلی مهمه برای عزیزانی که در نشریه هنر تحصیل میکنن یا عزیزانی که در نقاشی میخوان فعالیت داشته باشن، باید این رو در هنگام طراحی بدونن که کمپوزیشن در یک طرح به چه شکلی قرار میگیره، یعنی ترکیب یک طرح چجوری هست که مثلا یکی بالا باشه یکی پایین باشه تو تصویر. نقاشی با مداد شمی، مداد شمی که یک ابزار نقاشی است، ابزاری که میتونید باهاش طرح‌های مختلف رو بزنید به سمونه. حالا ترکیب رنگ توی مداد شمی هم به کار میره، علاوه کلیه ابزار کلیه چیزایی که با رنگ سر کار داریم. طبیعت بیجان، طبیعت بیجان هم اشیایی هست که در یک جا قرار میگیره و ما میتونیم اون رو نقاشی کنیم به اسم طبیعت بیجان. البته اشیای مختلفی رو میتونید در نظر بگیرید، مثل درخت، مثل قندون، مثل یک میز و چیزهای دیگه، میوه و چیزهای دیگه که طبیعت بیجان هست. آموزش پاستل هم که پاستل هم یک ابزار نقاشی هست که در چندین نوع رنگ هست. شما با ترکیب رنگ رو بلد بشید در سراغ پاستل برید که طرح‌های مختلف رو میتونید باهاش بزنید که تو اینجا هم آموزش به طور کامل هم جزئی هم کلی آورده شده. به طور کامل نقاشی با خودکار هم یک تکنیک بسیار زیبا هست که با استفاده از خودکار، حالا خودکار بیگ، خودکار رنگی، میتونید نقاشی انجام بدید، نقاشی چهره انجام بدید، بافت بسازید، نقاشی بافت پوست رو ایجاد کنید که خودش تکنیک داره که تو پکیج استاد گفته کامل کامل. نقاشی رنگ روغن، خب رنگ روغن هم یکی از تکنیک هاییست که اساتید زیادی در ایران و سراسر جهان هستن که این صاحب سبکن. نقاشی رنگ روغن رو که تو اینجا استاد آموزش داده، طرح‌های خوبی رو برای آموزش انتخاب کرده که میتونید تهیه کنید و یادش بگیرید. نقاشی با گواش، نقاشی با گواش هم گواش ابزاری که میتونیم با دوباره ترکیب رنگ رو تو اینجا به کار ببریم، یک طرح رو ایجاد کنیم با استفاده از گواش روی بوم نقاشی یا روی کاغذ، کاغذی که بافت داشته باشه. طرحی با مداد رنگی هم که مداد رنگی، خب مداد رنگی برندهای مختلفی داره، مداد رنگی ساده مثل کلاسیک یا مداد رنگی مثل پلیکروم هستن که اونا چون نظر قیمت زیاد گرونه. مداد رنگ ساده معمولا کار را اندازه که تو اینجا استاد از طریق مداد رنگ ساده، حالا در بعضی مواقع دو تا رنگ از مداد رنگ پلیکروم اینو برداشته آموزشش رو داده در طرح‌های مختلف. بارگم که نقاشی بارگ یک هنرمندی بوده در چند صد سال قبل، یک سبک آموزش طراحی داشته که در یک کتاب هم هست، اون رو آموزش داده. استاد تو اینجا آموزش بارگ رو به صورت جامع آموزش داده که میتونید تهیه بکنید. سبک طراحی بارگ تو اینجا آموزش داده میشه. آموزش پتینه هم که اینجاست که استاد جفت تمامی تکنیک های پتینه رو گفته، میتونید تهیه بکنید. گچبری هم مثل هم دقیقا همین پتینه، پتینه استاد
تمام تکنیک ها رو به طور عملی و پتین هم همچنین در مورد پتین هم به صورت عملی گفته شده. بعد آموزش نقاشی کنه، این نقاشی هنر سبک عملی توش هست دیگه. آموزش آبرنگ هم که دقیقا مثل سایر تکنیک هاست، آموزش آبرنگ چجوری رنگ ها رو ترکیب کنید، پیاده سازی کنید توی کاغذ. سبک آلا پریما هم یک دیگه از تکنیک های نقاشی است که کمی در رنگ روغن توش دخیل، البته بیشترش رنگ روغن توش دخیل داره، که یک سبک آلا پریما، یک سبک نقاشی خیس بهش میگن. پرسپکتیو هم که یکی از عناصر یادگیری که باید یاد بگیریم در هنر، که دور و نزدیک بودن اشیاء رو تشخیص بدیم در طراحی. آموزش طراحی چهره با مداد، آموزش طراحی چهره با مداد، شما با این مداد میتونید در طریق تگین پکیج طراحی کنید، طراحی یک چهره رو بکشید، یک چهره رو به خوبی طراحی کنید با تکنیکایی که استاد میگه. بعدی فیلم آموزش نقاشی دیجیتال. نقاشی دیجیتال خب ابزارهای مختلفی هست، فتوشاپ هست، قلم نوری هست که قلم نوری وکام که معروف تریناشه، که با استفاده از اون میتونید، با استفاده از این پکیج میتونید نقاشی خوبی رو یاد بگیرید که بسازید، ایجاد کنید. آموزش کاریکاتور هم که خیلی مطمئنا علاقه دارن، کاریکاتور تو این پکیج چندین ساعت استاد طرحهای مختلفی رو آموزش داده که میتونید تهیه بکنید. آموزش خوشنویسی با خودکار، چجوری با خودکار حالت خوشنویسی، حالت یا حالت خوشنویسی در بیاریم که دقیقا تو پوست رو پوستر هست، که اینطوری این سبک. خط تحریر هم که دقیقا تکنیکاش آموزش داده میشه. فیلم آموزش خط نستعلیق هم که بسیار تکنیکی استاد دقیقا آموزش داده در قالب مثال های مختلف. کارگاه آموزش بازیگری هم در تکنیک های بازیگری، کلان کلا کسایی که میخوان بیان در داخل بازیگری چه حرفه ای چه چیزی داره باید بیاموزن و چیزهای مختلف مرتبط با اون آموزش داده شده. آموزش فیلم برداری هم که تکنیک های مربوطه آموزش داده شده، استاد تمامی جزئیات هم گفته که شما به صورت جامع چون این بگیج هست بتونید تهیه بکنید. آموزش عکاسی هم دقیقا مثل آموزش فیلم برداری، استاد تمامی تکنیک های مربوطه رو عنوان کرده و توضیحشون داده و به طور جامع هم این پکیج هست که میتونید تهیه بکنید. طراحی چهره سیاه قلم هم که سیاه قلم چون یه تکنیک خیلی طرفدار داره تو ایران و البته سایر کشورها، به صورت هایپر رال این پکیج آموزش داده شده. هایپر رال یعنی فرا واقعی، که میتونه تکنیک های مربوط داره که استاد میگه فرا بگیرید. طرز گرفتن مداد شروع شده تا طراحی چهره پیشرفته. خب